درستی بلان باشه مراشای الهد یعقوب سیمان 341 عطارا کردن نیدیه در روز شبات. عطارا میکنن نیدیه رو در شبات اگر مورد نیاز هست و ضرورت شبات هست، مثلا کسی که نذر کرده که غذا نخوره یا ننوشه، که خب برخلاف اونگ شبات هست، با وجودی که فرصت داشته که عطارا بکنه قبل از شبات و عطارا نکرده، الان چون ضرورت داره برای شبات نیازی نیست که سخت گرفت و امتناع کرد از عطارا کردن نیدر در شبات. یا حالتی که اگر نذر کرده که گوشت نخوره یا فلان خوراکی رو نخوره که در خوردنش حالا اونگ شباته، با وجوده که خب میتونه غذای دیگه بخوره، گوشت نمیخوره، گوشت آلپا مرغ بخوره، ماهی بخوره یا خوراکای دیگه، و مثل حالت قبلی نیست که گوتو غذا نخوره اصلا که حالت تعنیت بود، با این وجود مجازه که نیدر رو برای از شبات عطارا کرد. از اینکه تو پارشه هفته پارشه متود میخونیم، برای مردی اگر نیدر بکنه و بعدن ببینه که شرط اجرای اونو نداره، پس او فهمده که خورا یاسین پیوی هست مطابق که دانش خارج شده انجام بده، لو یخیل دوار و عرب خوش خار نسازه، تنها راهکاری که میمونه حتی رد نداریم هست، یعنی باید بره نزد سه نفر که اونها حالا قوانی و علاقهای نیده رو میدونن، سوال و جواب میکنن براش، پتایی رای پیدا میکنن و بیموشه یک نزدش رو عطارا میکنن. اما در مورد خانومی که نزدی میکنه یه امکان اضافه تراته نزدش ها قرار داده در مورد نزدهایی که درها آزار درده است برای خانوم، مثلا همی که گفته مثلا چندی رو تعنیت بگیره یا به شکلی تو زندگی زناشویی اختلال ایجاد میکنه، مثلا نرز کرده که روزی یه دور تهیلیم بخونه، خب این چندی ساعت طول میکشه و از اون زمانی که خانم باید برای رسیدگی به بچه هاش بذاره یا به عمر خونه بگذاره فرصتشو میگیره و احتمال زیاد اختلال ایجاد میکنه. طورتن از شایی امکان قرار داده که شوهر مجاز فقط به یوم شمعو، همون روزی که شنیده، نزد خانمش رو باطل کنه، نه عطارا بکنه. عطارا از همزه موتار یعنی باز کردن نیده رو مثل گره در نظر بگیرید. کاری که آخان میکنه در واقع با پیدا کردن یک راهی برای اون این گره رو باز میکنه، عطارا میکنه و هم میخواد بگیرید که به عطارا نداری، باز کردن نیده. اما در مورد شوهر ضرورتی نداره که اصلا راهکاری پیدا بکنه، اینکه زن از نزدش پشیمون باشه یا چیزی. اونجا لفظی که تورات شوهر به کار برده بحث حفارت نداریم، یعنی باطل کردن نزد. یعنی اگر خانومی پنج روز قبل یه ماه قبل هم نزد کرده باشه و امروز شوهر شنید، به یوم شما امروزی که شنیده، یعنی میشه از الان که مثلا از اینکه ساعت 8 صبح هست تا غروب آفتاب فرصت داره، به شرطی که قبلش تایید نکرده نذر رو باطل کنه. حالا یا به صورت عبری میگه مفارلاخ یا به زبان فارسی مثلا میگه باطل باشه، من قبول ندارم، به این شکل اون نذر باطل شده. این چیزی که حالا بعضی ها اشتباه برداشت کردن، فردی نذر میکنه، یکی دیگه اونجا میگه من بزرگترم قبول ندارم، مثلا ربطی به اون نداشته که اون قبول داشته باشه یا نداشته باشه. تنها راهکاری که برای نیدر وجود داره یا مراجعه به حاخام است که عطارا بکنه، یا در مورد نزدی که زن کرده یا دختری که حالا قبل از این است که بلوغش کامل بشه، مثلا 12 سال 6 ماهش بشه و علائم بلوغ درش ظاهر شده باشه که دیگه بلوغ کامل هست، مثلا تقریبا سن 11 سالگی یک سال فاصله قبل از اون سوال میکنن ازش، اگه میدونه مفهوم نذر چیه، یعنی چی نذر کردن، نذرش نذره،
و برای اون دختر هم الان مثلا در مثلا 11 سالگی تا 12 سال 6 ماه که بلوغش کامل بشه، باز پدر در همون روزی که شنیده میتونه نظر دختر رو باطل بکنه. اما اگر مثلا امروز شنید سکوت کرد دیگه بعد از که شب شد گفت من باطل باشه، فایده ای نداره. تورات اوشا فقط اینجا محدود زمانی گذاشته برای دختری هم که بزرگتر از این سن هست، دیگه شده 14 سالش 15 سالش شده بالغ هست، در این مورد هم پدر هیچ اختیاری نداره. در مورد نزد پسر باز پدر هیچ اختیاری نداره. تمام این موارد اگر نمیتونه نزد رو انجامش بده، مانع ایجاد شده یا شرایطی بوده که اون موقع نزد فکر نکرده بوده، حتما باید مراجعه کنه به آخا هم کسی که قوانین نداری و خونده شرایطش رو میدونه به موشه کتارا بکنه. و اگر نمی بحث خودمون، شوهر میتونه باطل بکنه نزدهای همسرش رو در شبات، حتی اگه ضرورتی برای شبات هم نداره. الان روز شبات میشنوه که خانمش نز کرده یا الان نز کرد که مثلا چهار شبات فلان کار انجام بده، چون فقط همون روز و فرصت داره به یوم شمعه در روز که شنیده میتونه بگه نز باطل باشه. اگر شوهر بگه نز مطالق مطالق نمیدونم حتارا باشه، هیچ فایده ای نداره. این لفظ مطار بودن در ارتباط با شوهر نیست یا پدر نسبت به دخترش که هنوزه بلوغ نرسیده نیست و کارایی نداره، اون فقط نفس باطل بودن و باطل کردن رو میتونه به کار ببره. مفالا خود شوهری که شنی در روز شباد، هنوز که روزه، هنوز که روزه، ما روزا هم طبق تعریف تورایی و یه روی باقر یوم میخواد، یعنی از زمانی که هوا تاریک میشه تا فردا غروب یک روز حساب میشه. و همین خاطر مثلا اگه شب شبات شنید که خانمش نذر کرده و تایید نکرد، چون اگه تایید بکنه دیگه نمیتونه باطل بکنه، تقریبا 24 ساعت تا فردا غروب فرصت داره باطل بکنه. اما اگه فکر کنین روز شبات 5 دقیقه مونده به غروب آفتاب شنید که خانمش فلان نذر کرده، اما نه تا پایان روز، یعنی همون 5 دقیقه فقط فرصت داره که باطل بکنه، 5 دقیقه گذشت دیگه شبات غروب کرد، دیگه امکان باطل کردن تا از شوهر وجود نداره. و همین خاطر شوهری که شنید هنوز که روزه، 5 دقیقه 10 دقیقه رو به پایان روز شعبان مونده که خانمش نذر کرده، مجازه که باطل بکنه نذر رو، علی رغم این که قبلا، حالا چند ساعت قبلم ممکن شنده باشه که نهایتا تا قبل از غروب به یوم شمعه روز شنیدنش محسوب میشه. و صد البته که اگر تفیلا خونده عربیت در روز هفته یا مثلا عربیت شب شبات رو زودتر خونده و بعد از عربیت شنید که خانمش فلان نذر کرده اما هنوز غروب نشده، این هنوز روز شنیدنش محسوب میشه و میتونه عطارا کنه، در حالی که بعد از غروب اون روز گذشته و امکان باطل کردن وجود نداره. کسی که قسم میخوره، فرق نادر با شوعا، حالا شوعا معمولا با ذکر نام هاشم یا کنیای هاشمه، قسم به فلان، این یه تفاوته، در که نادر این گونه نیست. یه تفاوت دیگه این است که قسم انسان خودشو محدود میکنه، قسم میخوره که من فلان کار رو نکنم یا بکنم، فلان جا برم یا نرم، در که نادر در واقع یه محدودیتی ایجاد میکنه رو اون شی که نادر میکنه که این نون براش مثل قربانی ها آسور باشه. این تفاوت بین قسم با نادره. اما از جنبه حتارا کردنش یا باطل کردنش شرایطش یکسان هست. فرد که قسم خورده که به دوستش که آقا مثلا من تا روز 20 ماه بدهی رو به تو میدم و 20 ماه دقیقا روز شبات واقع شده، اولا یعنی خیابه که تا روز شبات این بدهی رو بده، یا باید قبل از اون روز جمعه بدهیش رو بپردازه، و اگر نه خب روز شبات بس حمل و نقل کردن هست، پول خودش مخصه حساب میشه. شرط دیگه حتی جایی که ارو هم وجود داره بگیم بس حمل و نقل نیست، باز این محدودیت هست. راهکاری که وجود داره اینه که بیاد یه گروهی بذاره، مثلا انگشتر طلایی داره چیزی با ارزشی رو گروهی میذاره نزد طرف که آقا این به جای بدهی که من قرار بود تو بدم
تا فردا اگه پول تو نپرداختم تو اجازه داری که آقا اینو بفروشی طلب تو بردار و به این شکل از قسمش موقع دیگه نگذشته. کسی که قسم خورده که کاری انجام بده تا فلان روز و اون روز خاصی که مشخص کرده مصادف شده با شعبان و کاری که گفته بوده آسوره که انجامش بدن در شعبان، حتی اگه ماموریت چه سور تورایی باشه چه سور ربانینی باشه، مجازه که بیاد نددش و در واقع این قسمش رو حتارا بکنه، چون که کار آسوره رو که روز شعبان نمیتونه انجام بده. معذالک به صورت ارجن این است که اگر یادش اومده متوجه شد که قبل از شعبان متوجه شد که این زمانی که من تنگ کردم مصادف با شعباته، قبل از اینکه شعبان فرا برسه نهایتاً تا روز جمعه بیاد اون نهدل یا قسمش رو عطاره بکنه که دیگه موکول به شعبات نشه. این کلیات بحث عطاره کردن نهدله، در این حال که ترجیح این است که انسان سعی بکنه که بعد که امکان پذیره قسم نخوره، نه که سر هر چیزی قسم میخوره. و دقت کرد که گفتیم قسم خوردنه ضرورت این نیست که با شم قدس زبون عبری باشه، حتی کنیایی هستن که به کار میبرن، مثلا میگه به امت، حتی که از منظور اینه که امت کنیه هشم هست که حقیقت و راستیست مره هشم هست، یا رحوم هنون یا هر اصطلاح دیگه، یا به فارسی اسم خدا رو میاره هر مورد دیگه، اینا مورد قسم هست. و اگر اجرا نکنه بسیار از گرفتاری که تو زندگی انسان هست ناشی از همین قسم ها یا نیدره هست که کرده باید بی توجه از کنارش رد شده. این که ترجیح هم باید سعی بکنه به هیچ عنوان حتی راسته حتی کاری که مطمئنه میدونه میخواد انجامش بده یا انجامش نداده سر موازه قسم نخوره، یا مورد دیگه هم نیدر نکنه. بلی نیدر، حتی اگه ارتباطش با فرد غیر یهودی حالا جلو نمیتونه بگه بلی نیدر، بگه انشاءالله اگر خدا بخواد. در واقع به این شکل دیگه نیدری گردنش نیست، تونست قولی رو که داده به درسته انجام میده، اگر نه نیست، یعنی که تاکید بکنه آقا قول نمیدم من سعی خودم میکنم این کار انجام بدم، اما قول نمیدم بهت که بعد قول محسوب شد، چون همین که دست میده یا قول میده اینا شبیه نیدر محسوب میشه و باید دقت بکنه که بعدا گرفتار نشه. ببینید علی بن هاشم راست سوال